حکومت از پیوند عزاداری محرم با واکنش‌های اعتراضی مردم نگران است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. همزمان با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی، مردم حرکت‌های اعتراضی خود را با عزاداری محرم پیوند زده و یاد جانباختگان خیزش انقلابی را گرامی داشتند. در این میان مردم یزد در ظهر عاشورا همراه با همخوانی از خون جوانان وطن لاله دمیده، مسافتی را راهپیمایی کردند و برخی نیز به یاد جانباختگان خیزش سراسری شمع روشن کردند. فاطمه مشتبایی، مادر غزاله چلابی، نیز همراه با دسته‌های عزاداری که برای ادای احترام مقابل مزار محصور شده فرزند جاویدنامش رفته بودند با حجاب اختیاری عزاداری کرد. رخدادهایی که باعث شد برخی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان دهند، از جمله رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که برخی نوح خانها و سینه زنها را دشمن شادکن نامید و مدیر کل ارشاد یزد که نوح خانها را در ردیف شیطان و یارانش قرار داد. در دیدگاه برای بررسی این موضوع با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه می شویم. آقای علیجانی، در روزهای اخیر نوحه‌های انتقادی و حرکت‌های اعتراضی زیادی رو در جریان مراسم‌های محرم شاهد بودیم، اون هم در شرایطی که به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی نزدیک می‌شیم. مراسم‌های محرم امسال با سال‌های قبل چه تفاوت‌هایی داشته؟ با سلام، شاید سه تا پدیده رو بشه به لحاظ جامعه شناختی ببینیم. یکی تحریمه، تو رو به ترتیب گسترش میگم به نظر خودم. اول تحریمه، یعنی کاهش چشمگیر، که اینو خیلی ها گفتن، علم الهدا هم گفته یا آقای فاضلی جامعه شناس که حتی رفته توی روستای مصلح آباد فراهان، در اونجا میگه با تعداد عدد که مثلا سینه زنا و زنجیر زنا چه تعداد بودن و کاهش چشمگیر و تحریم. دوم تغییر ماهیت، یعنی اون چیزی که در این 40 سال حکومت سعی کرده ماهیت حکومتی بهش بده، این مردم تغییر ماهیت دادن. البته این روندی داشته، امسال شاید در اوج بوده. این تغییر ماهیت هم بخشش برگشتن به همون مناسک سنتی و فاصله گیری از مناسک حکومتی. بخش دوم این تغییر ماهیت اعتراضه، یعنی استفاده از این امکان تجمع و امکان مداحی و نوحه سرایی برای اعتراض، که این تو فضای مجازی این بخش خوب بیشتر بازتاب پیدا کرده. و بخش سوم شاید بشه گفت برخوردهای عکس‌العملی هیجانی، لجبازانه و یه نوع دهنکجی به حکومت و جاهایی که مثلا افرادی شادی کردن، رقصیدن یا روی مداحی رقص گذاشتن، این خوب از همه کمتر بوده. اما اون چه که بیشتر به چشم میاد تغییر اعتراضیه، یعنی حکومتی که میگفت، خمینی میگفت محرم ما از محرم عاشورا زنده ایم، این میدان رو از دست حکومت دارن خارج میکنن، یعنی انحصار حکومت داره از دست میره در محرم. البته شروعش از جنبش سبز بود، شعار یا حسین میر حسین بود، رنگ سبز بود، ولی این مذهب علیه مذهب داره گسترش پیدا میکنه. جامعه همون گونه که خیابان رو تسخیر کرده و پس گرفته، داره مذهب رو هم به المانهای مذهبی رو داره پس میگیره. حسین مظلوم، شهید مظلوم، یزید ظالم، اینها رو داره به جای، در واقع داره رو کربلای مجسم این زمان داره تاکید میکنه با الهام از المانهای کربلا، رو علی اکبر، رو عباس و مسائل اینها. و ما شاهد این هستیم که مداحانی که حالا اوجش آقای کویتی پور بود، مداحانی یزدی از قبل هم بودن، اشعار اعتراضی خوندن و ما این جنبش زن زندگی آزادی جنبش خلاقی بود و ابداع و تکثیر میشه پدیده ها. یعنی مثلا مداحی های یزد حالا تکثیر میشه، یه ویدیو میاد که از خون جوانان وطن لاله دمیده رو در یزد میخونن، فردا میبینیم در راهپیمایی تاسو عاشورا در یه شهر دیگه این خونده میشه، به صورت دومینویی در واقع پیش میره. و حکومت همون گونی که زورش رو جامعه داره به هر حال مقابله میکنه باش و خیابان رو تسخیر میکنه، با ابزار تزویرش هم داره مقابله میکنه و مانع سوء استفاده از المانهای دینی برای توجیه زر و زور و تزویر حاکم هست. در همین مدت برخی مسئولان جمهوری اسلامی به این حرکت‌های اعتراضی واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردند و به نوعی خشم خودشون رو بروز دادن. شما این واکنش‌ها رو چطور دیدید آقای علیجانی؟ حکومت می‌خواست دین رو کاملاً دولتی نگه داره، ولی ما شاید دین مردمی هم هستیم. بنابراین اینا عکس‌العمل‌های اولش خوب بی‌اعتنایی و انکاره که اصلا نبینن این پدیده رو. خب نمی‌دیدن تا امسال. بعد
توجیه و تخته است. یعنی مثل این که مثلا این مدعاها دنیا طلبن، الان میگه این مدعاهایی که اعتراضی میخوان دنیا طلبن. یعنی چی دنیا طلبن؟ یعنی اینا به دنبال مال دنیا هن. خب مدعای حکومتی که بیشتر این انگ بهشون مناسبه. منظورشون این که اینا به پسند مردم دارن میخونن، به خاطر این دنیا طلبن. خب این نشون میده که یه نوع اعتراف ضمنی است این که مردم مخالف اینها هستن. یا میگن دشمن شاد کنن، یاران شیطانن. خب مردم جواب اینا رو میدن، میگفتن دروغ میگن، آمریکاست دشمن ما همینجاست. توی نوحه ترکی که لعنت میکرد همه برحال کارکرسای حکومت و اشخاصشون، میگفت شیطان بزرگ شمایید، یعنی دشمن شمایید. حالا اینجا در واقع حکومت از یه طرف داره میشه گفت روزه میکشه، من تو اینا میخواستن مدعان حسینی رو تبدیل به مدعان خامنه ای بکنن، لعنت کنندگان یزید رو به لعنت کنندگان آمریکا و بی حجاب و مخالفان حکومت تبدیل بکنن، و حالا شکست خوردن. این یه روزه ایست از رو خشم. از یه طرف برخوردهای مبتذل میکنن، این ابتذالی که جسدسازی مصنوعی میکنن و واقعا یک عمل غیر انسانی و ضد انسانی بود در تلویزیون. از یه طرف هم کنترل پلیسی داره زیاد میشه، یعنی حضور ماموران امنیتی در هیئت‌ها کنار تریبون‌ها و بلندگوها که بتونن کنترل بکنن، ولی در واقع مردم دارن این میدان رو هم از دست حکومت به تدریج خارج میکنن. آقای علی جانی، در این شرایط فکر میکنید چون این شیوه اعتراضی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا مردم با چنین ظرفیت‌هایی میتونن با حکومت اسلامی مقابله کنن؟ یه نکته رو اول روشن بکنیم. اینجا استفاده ابزاری نیست. مثلا تو نماز جمعه 88 آقای هاشمی رفسنجانی شاید یه نوع برخورد ابزاری بود، یعنی افراد غیر باورمندی هم رفتن تو نماز جمعه که هاشمی رو خطبه مثلا اعتراضیشو بشنوند، ولی اینجا لباس سیاه پوشیدن، سینه زدن، تو هیئت رفتن، واقعا اونایی که رفتن باورمند هستن، چون این به هر حال بخشی از هویت تاریخی مذهبی جمعیت قابل توجهی از مردم ایرانه. حالا بارها هم گفتیم که این از مراسم عزاداری سیاوش سووشون در واقع انتقال یافته، استحاله شده به عزاداری حسین و جنبی اعتراضی داشته و این اعتراض داره مدنی میشه. مثلا مادر یکی از کشته شده‌ها میگه زینب زمان منم، یا میرن کنار مزار غزاله چلابی در واقع اظهار همدردی میکنن. من برام جالب بود که نوحه های اعتراضی توسط برخی مولوی ها و اهل سنت ایران هم بازنشر میشد، در حالی که اهل سنت ایران و مولوی ها شیون و عذاب و هفتم و چلم اساسا قبول ندارن. بنابراین یه امر اعتقادی است در یه جاهایی امر اجتماعی است و این دوتا تلفیق شده. اما تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ ببینید، تا موقعی که ظلم باشه، اگر یه حکومتی باشه، دموکراتیک باشه، عادلانه باشه، اصلا زمینه‌ای برای اعتراض وجود نداره که حالا از ظرفیت‌های مذهب یا هر ظرفیت دیگه استفاده بشه. و تو اون شرایطی که یه جامعه نرمالی ما داشته باشیم، به نظر من این مراسم عاشورا عمدتاً برمیگرده به یه مناسک سنتی قدیمی خودش. به عنوان پرسش پایانی آقای علی جانی، با در نظر گرفتن همه مواردی که بهش اشاره کردید و وضعیتی که الان شاهدش هستیم، برخورد اپوزیسیون با مذهب بهتره چطور باشه و چه درسی میتونن از اون بگیرن؟ فکر میکنید نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و به طور مشخص کسانی که غیر مذهبی هستن باید از چنین مراسمهایی صرف نظر کنن یا از اونها استفاده کنن؟ ببینید، مسئله اول این هست که جامعه ما یه جامعه متکثریه، اینو همه باید بپذیرن، چه خدا باوران چه خدا ناباوران. یعنی ما هم به هر حال مردم به شدت مذهبی متعصب داریم یا افراد به شدت حتی ضد مذهبی. این یه اصلی است که باید اون روایت یکسانساز رو از ذهنمون پاک کنیم، یعنی جامعه ما متکثره. و دوم این جدایی دین و حکومته، یعنی این رو مذهبی‌ها باید بپذیرن و به هر حال از این مناسک و مراسم باید استفاده هوشمندانه و کنترل شده بشه. یعنی هوشمندانش این که قطبی سازی نکنیم مذهبی و علیه مذهب، چون مذهب علیه مذهب هم بخشی از الان ساختار جامعه ما شده، مذهب حکومت و مذهب بخشی از جامعه. بنابراین مذهبی و غیر مذهبی رو نبایستی قطبی سازی بشه و این یه اشتباهه. یعنی ظرفیت مذهب همچنان زنده است و قطبی سازی ها و خکشی های سفت و سخت نادرسته. نیروهای خدا ناباور لازم نیست و اپوزیسیون خدا ناباور لازم نیست برخورد ابزاری بکنه با دین، میتونه فاصله هویتی عقیدتیش هم حفظ بکنه، ولی برخورد ضدی نکنه، برخوردش مثبت و حمایتی باشه.
فضای مجازی یه مقدار گولزننده است. یعنی فضای مجازی تابلو و آکواریوم جامعه نیست. فضای مجازی شاید یه مقدار ضد مذهبی تر باشه از اون چیزی که در کف جامعه دیده میشه. ما ببینید، حکومت از هر تجمع و تشکلی میترسه، ولی جامعه بسیار طبیعی برخورد میکنه. از این ایدئولوژی و ضد ایدئولوژی هایی که در اپوزیسیون در جریان دوره، یعنی ظرفیت تجمع و تشکلی که در محرم و سفر عاشورا هست، اینها جامعه استفاده میکنه. همون گونه که حکومت مثلا تجمع تو ورزشگاه ها میترسید، حالا از تجمع و تشکل طبیعی و تاریخی تو محرم هم باید بترسه. بنابراین ما به سمت یه دین مدنی باید بریم از سوی دینداران، دینی که الزاماً تو حوزه خصوصی نیست و قطعاً نباید تو حوزه حکومتی باشه، ولی میتونه تو حوزه مدنی باشه، مثلا تو امور خیریه، خدمات اجتماعی که جمعیت امام علی با فرهنگ کاملا مذهبی مدنی این رو پیش می‌برد. من صحبتمو با یه مثال پایان بدم. ببین، مردم کف خیابون، جوانان کف خیابون، یه نمونهش حمیدرضا روحیه. حمیدرضا روحی هم ترانه میخونه هم مداحی، الان ویدئوی مداحیش منتشر شده. یعنی هیچ تفاوت و تعارضی و به هر حال ناهمگونی حمیدرضا روحی احساس نمی‌کنه که هم ترانه بخونه هم مداحی بکنه. یعنی این حالت ترکیبی به نظر من بخش مهمی از جامعه رو نمایندگی میکنه. به هر حال گفتم بخشی هستن که خوب مذهبی، خیلی سنتی هم، بخشی هم خیلی غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی هستن. ما باید این تکثر رو به رسمیت بشناسیم و راه نجات ایران، راه آینده ایران که ما بتونیم سلامت از این گذار، از این گردنه جمهوری اسلامی گذار بکنیم، من هم در سیاست و هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه دینی معتقدم گفتگو و همراهی میان روحای همه جریانات هست. میان روحانی که دیگر ستیز نیستن، دیگر پذیرن، در عین تکثر تفاهم دارن و در عین تفاوت میتونن تفاهم و همراهی و همسویی با هم دیگه داشته باشن. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.